توراسی بالان و مشه مرشاق ایلت یعقوب. در ادامه تفسیر یاخین بر میشنای آوت، میشنایی که در مورد سه خصلت مثبت از جمله خصائلی که شخصی که از اونها برخوردار باشه از پیروان ابراهام آوین و علا و شالوم خواهد بود، یعنی عاقبت به خیری، خوشبختی این دنیا و اون دنیا، و عکسش در مورد بیلام هاراشا. در مورد این توبا صحبت کردیم، نیک نظری که ایشون توضیح میدن، منظور پذیرش کلام خداوند و توراتن و حق دوشا هست، حتی در زمینه هایی که عقل انسان اونها رو نمیپذیره. و سخل یاشار اتفاقا همینه، عین اینجا اشاره داره به چشم عقل، و حتی اگه عقلش اونها رو درک نمیکنه اونها رو میپذیره، همونطور که ما در مورد ابراهام آوین و علا و شالوم اینو میبینیم. کجا؟ وه امین به هشم، تو پاسوق نوشته که ایمان آورد به خدا. در چه زمینه ای ایمان آورد به خدا؟ اینا پاسوق در مورد چی میگه؟ خدا به ابراهام گفت به خودت نسل میدم، الیزر وارث تو نخواهد بود، من به خودت نسل میدم. ابراهام نه خودش قابلیت بچه دار شدن داشته به اون شکل، چرا؟ خودش به خودی خود آره از هاگار بچه دار شد، ولی نسلی که میخواست از سارا ایمنو باشه. سارا اصلا نمیتونست بچه دار شد، از لحاظ طبیعی سارا ایمنو توان بچه دار شدن نداشت، و ابراهام خودش تو مزالش دیده بود که من بچه دار نمیتونم بشم از سارا، من نمیتونم نسلی از سارا ایمنو داشته باشم. خدا بهش گفت من به تو و سارا بچه میدم، وارث تو الیزر نخواهد بود، وه امین به هشم. گفت خدای اگه تو میگی ردخور نداره، من به حرف تو ایمان دارم. یعنی اونجایی که عقلش قد نمیداد، نمیتونست این موضوع را بپذیره، ایمان آورد به حرف خدا. روح نموخا که مطابق تفسیر بقیه بزرگان منظور همون گعوا هستش در مورد غرور، که غرور تو وجودش نیست، که ما اینو در مورد ابراهام آوین و علا و شالوم میبینیم که آنوخی آفار وافر، که من خاک و خاکستر هستم. حقیقتاً کسی که مغرور نیست خصایل منفی دیگه هم تو وجودش نیستن. کسی که تواضع داره که بهترین خصلته. رمبن ربی موشه بن نخمان توی نامه‌شون به پسرشون، که این نامه رو رمبن میگه که توصیه میکنه هر هفته حداقل هفته یه بار بخونه پسرش، و کلن توصیه میشه که هر کسی این نامه رمبن رو هر هفته حداقل هفته یه بار بخونه. اونجا مینویسه برای رسیدن به تواضع باید اول رو عصبانیت کار کنی. عصبانیتت اگه کنترل بکنی به یه حدی برسی که دیگه خیلی کمش کنی، اون موقع میتونی برسی به تواضع. یعنی تواضع واقعی از طریق کنترل خشمه. و نفش شفالا منظور به تعوت و عرسیوته. ایشون توضیح میدن که انسانی که به دنبال شهوات و هوس‌های خودش نیست، کفایت میکنه به اونچه که خداوند بهش بخشیده، کم یا زیاد. و ما این موضوع رو در مورد ابراهام آوین و علا و شالوم میبینیم، چه در مورد مال اندوزی که به صورت کلی تعبد یا شهوات انسان به چهار دسته تقسیم بندی میشن: شهوت به مال، شهوت به میشکال، میل به مقاربت، غذا و خوابیدن. تعبد آدم تو این چهار تا موضوع هستن. و میگه در مورد مال اندوزی که ما اینا میبینیم ابراهام آوین و علا و شالوم پاسخ در موردش میفرماید این میخوت و عدس رخ به پادشاه سدوم میدیم، میگه من یه بنده کفشم از تو نمیگیرم، از تو نمیبرم. او این یانه گفت همینطور در مورد مسائلی که مربوط به جسم میشن، گفتم مثل میل به مقاربت یا غذا و خواب، این لخواب باروریو تن میشه خیتت به نو. واضح تر نیست برات از این که ابراهام آوین حاضره حتی بچهش رو برای خدا شخیطا کنه، چه برسه به این که بخواد از امیال جسمیش بزنه، حاضره حتی بچهش رو برای عقودش بارخو شخیطا بکنه. و این را برعکس در مورد بیلعام هاراشا، چشم بد، یعنی متاسفانه چشم عقلی که اون شخصا گمراه میکنه، که
باعث میشه که به گمراهی بره. و ما اینا در مورد عقل گمراه بیلعام هاراشا میبینیم که لخایی آسخا به بالاق میگه بیا بهت مشورت غیر خدایی و غیر الهی بدم. و روح گبوها منظور یعوا یا غرور چیزیه که ما در مورد بیلعام میبینیم که کیمه نشم لتیتی لعلوخی ماخم، که وقتی که دسته اول میدیانیا و معاویامیان بیلعام بهشون میگه که خدا نمیذاره من با شما بیام، و چرا میگه با شما ایماخم؟ ایم اناشیم پخوتیم که مخم، همونطور که راشی از قول میدراش میاره، منظورش این بود که با آدمای کمی مثل شما نمیام، یعنی باید آدمای خیلی بزرگتر و مقامدارتری و بفرست سراغ من، در صورتی که اصلا خدا بهش نگفت تو با اینا نرو، خدا بهش گفت نرو که نفرین نکنی، موضوع این آدم ها نیستن، خدا گفته بود نرو که نفرین کنی. ولی بیلعام نمیاد به سران بالاق و میدیانی بگه که خدا به من گفته نیام چون نباید اینا را نفرین کنم، نه، بیلعام بهشون میگه خدا به من گفته با شما نیام، و با شما نیام منظورش اینه که شما آدمای کمی هستین که اومدید دنبال من، آدمای خیلی بزرگتر از شما باید بیاد بنا نسبت. و نفش رخاوا، و نفش رخاوا یعنی آدمی که شهوترانه، ما این موضوع رو در مورد بیلعام میبینیم، و منظور این که همینطور دنبال مال و منال این دنیا بوده که بهشون میگه، میگه این میتنلی بالاخ ملو به تو کسف و زهاف، اگر که بالاخ به اندازه پوری خونش نقره و طلا به من بده. و منظورش این بود که اشاره کرد به اینکه اگر مال زیادی به من داده بشه اون موقع حاضرم هر کاری بکنم، که خافست سخر حربه، به دنبال پول زیاد بود. و تلمیداب شل ابراهاماوینو، این پیروان ابراهاماوینو کسانی هستن که تو این دنیا از ثمره این خلقیات و منش مثبتشون لذت میبرن، استفاده میکنن، و همینطور عالم باقی رو صاحب هستن. و اولا مپا باشوت، همونطور که قبلا هم گفتیم تو اون دنیا که واضحه که سهم بزرگی دارن، میخواد به ما تنا بفهمونه که همینطور تو این دنیا هم آدمایی که از این سه خصلت برخوردار باشن آدمای خوشبختی هن. لحنخیل و هوییش، همونطور که پاسخ میفرماید سهمیه میدم هم به دوستداران هم. یش، کلمه یش داوارشل قیومه، یش میشه تو عبری هستی، چیزی که از بین نمیره. دهین و نخلت علام هبا، منظور سهمیه ی عالم باقیه که هیچ وقت از بین نمیره. و اسروته هم و گنجینه هاشون، یعنی تو همین دنیا، این اسروته هم تو پاسخ اشاره داره به همین دنیا که آدم چیزهای ارزشمندش حفظ میکنه و تو گنجینش نگه میداره. و برعکس یورشیم گهینام، پیروان بیلعام که میگه به ارث میبرن جهنم رو، منظور در عالم باقی هستش. و یوردین لیبر شخص که پایین میرن به چاه تبایی، و حتی بعضن میتونه تو این دنیا هم این هوس ها، شهوات و این خلقیات اونها رو به چاه تباهی ببره، صد البته در عالم باقی. و نهایتا خلاصه میکنم، و انی افتح باخ، پاسوقی که تنها میاره آخرش داوی تمن خالاوشان، پاسوخ تهیلیمه، میگه افراد شریر به چاه تباهی میرن و خدایا من به تو توکل میکنم. میخواد بگه اما من حتی زمانی که به نظرم بیاد که این سه خصلت لذت رو دارن تو زندگی از من میگیرن، یعنی من وقتی دنبال شهوات هم نیستم، وقتی به دنبال غرور نیستم، عزت و جلال خودم رو از دست میدم، کاوود احترامی که باید ندارم، خیلی لذتایی که رشاییم تو این دنیا میبرن و من نمیبرم. و گملو آوین تم کازه دواریم شاسر تا وشه سیوی تالی به تراته خوا، و نمیفهمم دلیلی اونچنان بابت مسائلی که به من آسور کردی، ممنون کردی یا دستور دادی به من تو تورات، با وجود همه اینا انی افتخ باخ، خدایا من به تو توکل میکنم که تو به من مزد زیادی خواهی داد، تو نعمان و امینی در مورد مزدی که به من میدی، و مسلمه لطواتی آسی تا هکل، همه این چیزایی که گفتی به نفع منه لطواتی.
و همه اینا رو به خاطر من انجام دادی. اینه که داوید الملک میگه وعنی افتخ با خدای من به تو اطمینان دارم، من به تو اطمینان دارم اگه به خاطر اجرای امور تو این دنیا شاید اونقدر احساس خوشبختی و لذت ندارم که یه راشا داره، با این وجود مطمئنم که در نهایت تو مزد بسیاری رو شامل حال من میکنی.